didukung oleh Your Excellency, hanya untuk menegaskan saja, berarti kalau ini aksi yang dilakukan Iran kepada Zionis Israel itu adalah bentuk tamparan atau peringatan sebagai penegasan saja, berarti sebetulnya Iran tidak berencana untuk melakukan aksi-aksi lanjutan, tidak berencana untuk mengirimkan lagi rudal maupun drone ke Israel? خیر من تأکید میکنم اگر از همه کشورها سوال کنید اگر به یکی از مراکز دیپلماتیک شما حمله بشود چه کار خواهید کرد؟ این سوالی بود که یکی از خبرنگارا از وزیر امور خارجه انگلیس پرسید و ایشون گفت ما به شدیدترین شکل برخورد خواهیم کرد. خب ما در مقابل حمله غیرقانونی و مخالف قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی به سرکنسولگریمون در سوریه یک سیلی به این رژیم زدیم چون همونطور که عرض کردم این رژیم نشون داده که با صدور قطعنامه و فعالیت‌های سیاسی متوقف نمی‌شود تا این رژیم رو متوقف کنیم هرچند که هر چقدر منتظر شدیم از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مدعی قوانین بین‌المللی هم هیچ اقدامی صورت نگرفت این اقدام ما انجام شده به عنوان یک تنبیه به عنوان یک سیلی و پایان یافته و ما حمله دیگری در به اسرائیل رو در برنامه نداریم اما به شدت آماده ایم که اگر بخواهند اقدامی بکنند چه اسرائیل و چه همپیمانانش آماده ایم که بتونیم چندین برابر این حمله رو تکرار بکنیم و از تمامیت ارضی و منافع ملی خودمون دفاع بکنیم Justru yang kami ketahui adalah sikap dari Dewan Keamanan PBB itu muncul manakala sudah terjadi serangan yang dilakukan atau serangan balasan yang dilakukan Iran kepada Israel. Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa mengecam serangan tersebut dan meminta agar itu segera dihentikan. Dan Israel juga meminta Dewan Keamanan PBB itu memberikan sanksi kepada Iran. Apa jawaban Iran atas permintaan Israel tersebut? اون چیزی که دنیای فعلی ازش داره رنج میبره یک سیاست دوگانه یا دبل استاندارده که متاسفانه در شورای امنیت و در برخی کشورهای قدرتمند دنیا به چشم میخوره اسرائیل یک حرکت غیرقانونی مخالف با قوانین بین الملل مخالف با کنوانسیون وین 1961 و مخالف با عرف بین المللی انجام داده و هیچ محکومیتی نمیگیره جمهوری اسلامی ایران تحت ماده 51 منشور ملل متحد که دفاع مشروع رو کاملا قانونی میشمره از حقوق خودش دفاع کرده و محکوم میشه این دبل استاندارد رو یا باید سازمان‌های بین‌المللی حلش کنن و بهش جواب بدن یا آبروشون در افکار عمومی جهانیان در معرض خطره شما نمیتونید یک کشوری که قانون رو میشکنه محکوم نکنید و کشوری که میاد به اون قانون شکنی جواب مشروع و قانونی میده محکوم کنید این یک دبل استاندارده که دنیا ازش در حال حاضر رنج میبره Ketika reaksi yang dilakukan Iran kepada rezim Sionis Israel dengan mengirimkan rudal kemudian juga drone-nya, kemudian dari pihak Sionis Israel mengatakan bahwa mereka mengklaim berhasil menangkis 99% rudal dan drone yang dikirimkan oleh Iran. Dan mereka juga mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Apakah pernyataan itu dianggap sebagai provokasi untuk Iran? خب شما از سران رژیم صهیونیستی سوال کنید اگر راست میگویید چرا
ممنوع کردید که کسی از مناطقی که آسیب دیدن بر اثر پاسخ ایران فیلمی، عکسی یا گزارشی تهیه کنه. شما میتونید خیلی راحت خبرنگارها رو دعوت کنید و بهشون نشون بدید که این دو پایگاه هیچ آسیبی ندیده. ببینید، فرض کنید 150 موشک و پهپاد از ایران حرکت کرده، توسط 10 کشور رهگیری شده و توسط 3 کشور تلاش شده که اونها رو بزنن. اینها از مرز این کشورها گذشتن، وارد خاک فلسطین اشغالی شدن و به فراز پایگاه نظامی اسرائیل رفتن و در اونجا تعدادی از این موشک‌ها و پهپادها موفق شدن اهداف خودشون رو بزنن. اگر شما فرض کنید اینها 150 تا بودن، به فرض محال نصف اینها مثلا منفجر شده باشن یا حتی کمتر، شما تصور کنید اگر اینها به جای 150 تا 300 تا بودن یا 500 تا بودن یا 1000 تا بودن یا 5000 تا بودن، در حالی که سیستم دفاع رژیم صهیونیستی در هم ریخته بود و بیشتر از اون دیگه نمیتونست دفاع بکنه، چند تا از این موشک‌ها به زمین رسید، در اون وضعیت چه وضعیتی داشتن؟ این نشون میده که ما محدودیت پرتاب نداشتیم، ما میتونستیم خیلی اهداف بیشتر رو بزنیم. هدف ایران ایجاد تلفات انسانی زیاد نبود، هدف ایران فقط یک تنبیه بود و یک اشاره بود و اینکه به رژیم صهیونیستی نشون بدیم و به دنیا نشون بدیم که رژیم صهیونیستی برخلاف اون چیزی که پروپاگاندا میکنه و تبلیغات میکنه شکست ناپذیر نیست، گنبد آهنینی برای ایران وجود نداره و اگر بخوان خطا بکنن، امنیت منطقه رو به خطر بندازن و بخوان در مقابل منافع ملی و قلمرو ایران اقدام غیرقانونی انجام بدن، ایران به خوبی میتونه از قلمرو منافع ملی و امنیت خودش دفاع بکنه. Your Excellency, akibat terjadinya eskalasi konflik antara Iran dengan Israel ini akhirnya membuat Menlu kami, Menlu Indonesia, Retno Marsudi mengatakan sekarang setiap negara itu sudah mulai mengkalkulasi dampak apa yang bisa terjadi akibat eskalasi konflik Iran dan Israel ini. Misalnya mereka sudah mulai mengkalkulasi dampak terhadap harga minyak dunia, harga kebutuhan pokok, sampai ke nilai mata uang mereka. Apa sikap Iran soal kekhawatiran dunia internasional ini? ما هم نگران افزایش تنش‌هایی هستیم در منطقه که با حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم، غیر مسلح و بی‌دفاع غزه صورت گرفته. من فکر می‌کنم جامعه جهانی باید نگران مردمی باشه که هر روز دارن توی غزه، توی فلسطین به دست صهیونیست‌ها نسل کشی میشن و کشته میشن. تا الان حدود 24,000 فلسطینی مستقیما به قتل رسیدن که بیش از 70% اونها زنان و کودکان بودن. آیا جامعه جهانی نگران اینها نمیشه؟ من به شما میگم در شبی که ایران پاسخ اسرائیل رو داد، تنها شبی بود که هیچ کودک فلسطینی کشته نشد و این یک پیام داره برای دنیا که ما باید برای مردم مظلوم فلسطین نگران باشیم. اما با این حال نگرانی جامعه جهانی و دولت‌های کشورهای مختلف رو درک می‌کنیم. ما هم نگران هستیم. ناامنی منطقه به نفع ما هم نیست. اما راهش اینه که شما منشأ ناامنی رو پیدا کنید و با منشأ ناامنی مبارزه کنید. چرا حملات رژیم صهیونیستی به مراکز دیپلماتیک ایران محکوم نشد در حالی که میتونست جلوی افزایش تنش رو بگیره؟ چرا الان مانع رژیم صهیونیستی نمیشن در حالی که میدونن رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش جنگ و وارد کردن کشورهای دیگه در معادله جنگه؟ اگر میخوایم، اگر نگران صلح و ثبات منطقه و جهان هستیم، باید شروع کنیم منشأ ناامنی رو بشناسیم،
و با این منشأ ناامنی برخورد درست بکنیم. جامعه جهانی باید الان بدونه که همونطور که ذکر کردم در طول سالهای گذشته 20 جنگ بزرگ در منطقه خاورمیانه راه افتاده که همه اونها منشأش رژیم صهیونیستی بوده و تا الان ایران شروع کننده هیچ جنگی نبوده به گواهی تاریخ. اگر میخوایم بیایم جلوی این رژیم رو برای گسترش جنگ، برای گسترش ناامنی و برای گسترش بی‌ثباتی در منطقه بگیریم، هم نگرانی جامعه جهانی برطرف میشه، هم نگرانی ایران برطرف میشه و هم نگرانی اندونزی. Baik, kalau begitu terima kasih Your Excellency Muhammad Borujerdi, terima kasih atas waktu Anda, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Metro TV. Semoga dengan wawancara ini Anda dapat lebih memahami situasi yang berkembang di kawasan saat ini dan tetap mendukung perjuangan untuk memerdekakan Palestina, perjuangan untuk memerdekakan Palestina dari praktik apartheid dan juga praktik genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel.